گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستیم همراه یاران این برنامه، آقایان دکتر قرقزدو و سیاوش اوستا. جنگ خاورمیانه هر روز وارد مرحله تازه‌ای میشه. امریکایی‌ها اعلام کردن که 20,000 سرباز برای کمک به دولت اسرائیل وارد این کشور کردن. بنابراین نگرانی‌ها ایجاد شده که حتی پوتین هم اعلام کرده آماده است که جلوی توسعه این جنگ و ستیز رو بگیره، ولی هنوز هیچ کدوم از طرفین بهش پاسخی ندادن. حزب الله لبنان اعلام کرده که در صورت ادامه جنگ اسرائیل و حماس وارد این جنگ میشه. البته میدونیم که خود حزب الله و حماس و هر دو تای نوکرها و دستورگیرندگان از جمهوری اسلامی هستند و فتنه ای که اینا به پا کردن سر نخش در جمهوری اسلامیه، برای اینکه ایران سلاح و پول رو مرتب به حزب الله لبنان میده. در حالی که سید علی خامنه‌ای سخت از آغاز مذاکرات و برقراری روابط بین دو کشور اسرائیل و عربستان عصبانی به نظر میرسید، برای اینکه تمام کشورهای عربی منطقه رابطه سیاسی با اسرائیل برقرار کردن و مذاکرات آغاز شده بود برای اینکه دولت عربستان هم با اسرائیل رابطه برقرار کنه، که سخت ابراز نگرانی کرد آسدعلی و گفت که اگر این رابطه بخواد برقرار بشه قابل تحمل برای منطقه نیست. بنابراین تلاش گسترده ای رو برای برهم زدن این مذاکرات آغاز کرد که ظاهرا نشان میده در حال حاضر این مذاکرات هم متوقف شده. وارسل جورنال دیروز نوشته که سپاه تروریستی پاسداران، البته اون نگفته تروریستی، ما میگیم که سپاه تروریستی پاسداران دوشنبه گذشته در بیروت مجوز نهایی حمله به اسرائیل را توسط گروه حماس وابسته به حکومت ایران صادر کرد. یکی از فرماندهان سپاه که در اونجا در حال کارا رو در دست داره چنین دستوری رو داد و این روزنامه نوشته که حماس و حزب الله گروه های شبه نظامی وابسته به رژیم ایران هستند که سلاح و پول کافی از حکومت اسلامی ایران دریافت میدن. آرزوان همچنین نوشته به گفته های اعضای ارشد حماس و حزب الله لبنان که افسران سپاه پاسداران و نمایندگان چهار گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران قدرت رو در لبنان در دست دارند، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در لبنان فرمان حمله حماس به اسرائیل رو صادر کرد که اینک حزب الله لبنان نیز تهدید میکنه که به زودی وارد این نبرد میشه. البته انتقاداتی نیست به اینک به اسرائیل میشه که نتونست آگاهی های لازم رو در مورد این حمله از قبل در اختیار داشته باشه و یک باره با چنین در حال حمله مواجه شد. سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا گفت امریکا نگران منازعه کنونی میان حماس و اسرائیل مداخله احتمالی مستقیم ایران رو پیامد داشته باشه، که البته رژیم ایران آغازگر این جنگه. پوتین هم هشدار داده که افزایش فاجعه بار شمار قربانیان به دنبال گسترش جنگ در غزه روسیه رو سخت نگران کرده و آماده میانجیگری بین طرفین. هشدار نتانیاهو به ایران و حزب الله به دنبال اینی که جمهوری اسلامی گفت که ممکنه مداخله مستقیم در این رابطه داشته باشه، نتانیاهو گفت ما رو هرگز نیازمایید، برای اینکه همیشه آماده هستیم که در حال اسرائیل مراقبت و حمایت بکنیم. جنگ خاورمیانه که با حمله ناگهانی حماس
به اسرائیل صورت گرفت، منطقه رو کاملا نارام کرده. فردا آقای بایدن رئیس جمهور امریکا به اسرائیل میره تا حمایت‌های دولت امریکا رو از اسرائیل در این نشست و دیدار اعلام کنه. و همچنین که گفتم امریکا 20,000 سرباز به اسرائیل فرستاد تا در جنگ اسرائیل و حماس حضوری سود دولت اسرائیل داشته باشد. حسین عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر امروز از غزه دفاع نکنیم، فردا باید در بیمارستانهای خودمان با بمب‌های فسفوری رژیم ایران مقابله کنیم، رژیم اسرائیل مقابله کنیم. حزب الله لبنان هشدار داد که به زودی وارد جبهه‌های جنگ حماس و اسرائیل میشه. و نتانیاهو گفت، همطور که عرض کردم، صریحا گفت که هرگز ما را برای این گونه نبردها نیازمایید. امریکا اعلام کرد که در حال این رژیم ایرانه که پشت این توطئه جنگ و گسترش اون ایستاده. حماس رو یه گروه تروریستیه که در کنار حزب الله لبنان در لبنان فعالیت داره و تمام هزینه های فعالیت های نظامی و تسلیحاتیشون رو جمهوری اسلامی تامین میکنه. و این حماس در سال 1987 توسط شیخ احمد یاسین تأسیس شد که مخفف عربی حرکت های مقاومت اسلامی است. این گروه در سال 2007 با توسل به خشونت کنترل نوار غزه را به دست گرفت. این گروه تونل هایی از غزه به مصر برای قاچاق تسلیحاتی و تونلی هم برای حمله به اسرائیل ایجاد کرده و مهمترین، همطور که گفتیم، حامی مالی این گروه های تروریستی جمهوری اسلامی است. حماس بودجه های نظامی و تسلیحاتی خودش از طریق حزب الله لبنان که مستقیم با جمهوری اسلامی ارتباط داره در حال تأمین میکنه. و همطور که عرض کردم، حماس در سال 1982 سپاه تروریستی پاسداران تأسیس کرد و رژیم ایران به حزب الله لبنان موشکای نقطه زن و پهپادهای بسیاری داده. و حسن نصرالله گفته است که این گروه 100,000 نیرو داره. ببینید چه هزینه ای رو این جمهوری اسلامی از بودجه مردم ایران میزنه و به اینا میده و این مسائل رو به این شکل برای نبرد هر لحظه آماده میکنه. سید علی خامنه‌ای هم اسرائیل رو تهدید کرد که جنگ کنونی حماس با اسرائیل اگر ادامه یابد نیروهای نخبه حزب الله لبنان وارد این نبرد میشه. بله آقای کارگردان، لطفا ارتباط ما رو با آقای دکتر قرقزو برقرار بکنین تا ببینیم که ایشون چه مطالبی از فرانسه برای ما دارن که به نظر بینندگان ما در سراسر جهان برسونن. و به هر حال یک جنگ و ستیز بسیار خطرناکیه که شعلش رو جمهوری اسلامی در حال به وجود آورده، ایجاد کرده و خطرش گسترش این نبرده که ممکنه مشکلات زیادی در خاورمیانه ایجاد بکنه و این امنیت کنونی رو به هر حال برهم بزنه. این مسائلیه که همکنون در منطقه خاورمیانه توجه تمام رهبران کشورهای جهان رو معطوف به خودش کرده و مشخص نیست که تا کی ادامه پیدا میکنه و چه لحظه و زمانی متوقف میشه. بعد این آقای دکتر قرقزو رو نگرفتین؟ آقای بعد این کشتار بی امان در منطقه خاورمیانه فتنه‌ایه که سید علی خامنه‌ای به دنبال
مذاکراتی که بین اسرائیل و کشورهای عربی منطقه صورت گرفت و همه رابطه برقرار کردن، در لحظه ای که مذاکره بین اسرائیل و عربستان سعودی عرض کردم آغاز شد، یک باره این مردک در حال بافور به دست همیشگی اعلام کرد که قابل تحمل نیست این ماجرا، نباید به این شکل ادامه پیدا بکنه و تلاش کرد که این برقراری، اعلام برقراری رابطه بین عربستان و اسرائیل رو جلوشو بگیره و این برقرار نشه. البته مذاکرات در حال حاضر به خاطر شرایط حادی که به وجود اومده و جمهوری اسلامی پشت سر اون ایستاده متوقف شده، ولی به هر حال در زمانهای کوتاه آینده این رابطه اسرائیل و عربستان سعودی نیز برقرار میشه. بله، درودی بر شما آقای دکتر قرقزدوی عزیز. با درود فراوان بر بینندگان عزیز، جناب شرفشاهی، جناب شهرتی و مهمان گرامی شما جناب عزیزتان. بسیار ممنون جناب. بله، منتظریم آقا در پاریس. ببخشیم، بفهمید. رویدادهای منطقه، بله رویدادهای منطقه همونطور که خود شما شروع فرمودید سبب نگرانی بسیار شده است. امروز به خصوص با هدف قرار گرفتن یک بیمارستان در شهر غزه که گفته می شود 500 کشته بر جای گذارده است، نگرانی شدید محافل صلح‌خواه رو برانگیخت و در رام الله جمعیت کثیری در اعتراض به این حمله به خیابان‌ها آمده و خواهان توقف حملات به شهر غزه شدند. حتی گروهی علیه محمود عباس نیز در رام الله شعار دادند و پلیس مداخله کرد. جمعیت انبوهی به اعتراض به میدان رام الله آمده بودند که در شرایط موجود اعلام شد که محمود عباس که قرار بود فردا با رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشته باشد، تمام دیدارهای خود رو لغو کرده و به عنوان اعتراض در را به روی خود بسته است. و سازمان مدافع حقوق بشر نیز از اسرائیل خواست که قوانین بین المللی را در حمله به غزه رعایت کند. محمود عباس 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است و هنوز گفته می شود موشکی از خود غزه به بیمارستان اصابت کرده است. دین میگویند نه، در اثر بمباران های اخیر این بیمارستان منفجر شده و تلفات سنگینی بر جای گذاشته است که این هم سبب اعتراضات شدید در کشورهای مختلف به ویژه در اردن و ترکیه علیه اسرائیل شده است. تا آنجا که اسرائیل از شهروندان خود در ترکیه خواست که فوراً آن کشور را ترک کنند. در اردن نیز گروهی فلسطینی در عمان دست به تظاهرات گسترده دادند و قصد حمله به سفارت اسرائیل را داشتند که پلیس اقدام به متفرد کردن آنها کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام داشت دستور اسرائیل به غیر نظامیان غزه برای خروج از این منطقه ممکن است ناقض قوانین بین المللی باشد. خبرگزاری رویترز هم نوشت با توجه به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه، دبیر کل سازمان ملل متحد فردا به مصر سفر خواهد کرد و رویترز هم خبر داد که چهارشنبه پایتخت اردن میزبان نشستی 4 جانبه با حضور جو بایدن و مقام های فلسطینی و مصری خواهد بود که گفتم آقای عباس گفت که در این نشست شرکت نخواهد کرد. همزمان دولت هلند برای کمک به مردم نوار غزه 10 میلیون یورو اختصاص داد. این مبلغ
برای فراهم آوردن نیازهای اساسی نظیر آب و مراقبت‌های بهداشتی هزینه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا جناب شرف‌شاهی اطلاع داد که چندین هزار نیرو و تعدادی از واحدهای نظامی کشور را با در نظر گرفتن اوضاع امنیتی در خاورمیانه به حالت آماده باش دعوت است. حماس نیز اعلام کرد ایمان نوفل ملقب به ابو احمد از فرماندهان ارشد گردانهای زدین قسام در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شد. رادیو حماس همچنین اعلام کرد که در حمله های هوایی سه‌شنبه امروز به نوار غزه فعاد ابو بطیان رئیس منصوب شده از سوی حماس برای گذرگاه ها و مرز ها همراه برخی از بستگانش کشته شد. وزارت دفاع آمریکا با اعلام خبر آماده باش 2000 نیرو اعلام کرد هنوز تصمیمی برای اعزام آنها به منطقه گرفته نشده است. گفته می شود آمریکا فعلا مستقیما نمی خواهد در جنگ کنونی وارد شود. مشاور امنیت ملی اسرائیل نیز پیشبینی کرد در صورت گسترش دامنه درگیری ها و پیوستن جمهوری اسلامی و حزب الله به مناقشه اسرائیل و حماس آمریکا نیز در آن دخالت کند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل 3000 نفر در نوار غزه کشته شدند و تعداد مجروحان در نوار غزه از مرز 12000 نفر گذشته است. و نشریه هارتس نوشت 3 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در اسرائیل به غزه جان باختند و وزیر دفاع اسرائیل افزود شبه نظامیان حماس تنها 2 راه در پیش رو دارند: تسلیم بی قید و شرط یا مرگ. و سخنگوی ارتش اسرائیل هم اعلام داشت مرحله بعدی عملیات نظامی کشور علیه حماس ممکن است متفاوت از حمله زمینی باشد و این حمله قریب الوقوع خواهد بود. اینها علی خامنه‌ای نیست که خود از ایران جناب شرف‌شاهی یک زندان بزرگ و یک قربانگاه برای آزادی خواهان ساخته و از محرکان اصلی حمله حماس به اسرائیل شد است. با اشاره به کشتار غیر نظامیان اسرائیلی از سوی شبه نظامیان حماس آن را خلاف واقع دانست و گفت شهرک نشینان اسرائیلی غیر نظامی نیستند بلکه همه مسلح هستند. خامنه ای از رفتار زشت و زننده گروه حماس در حمله به دختران و پسران جوان و آزار و شکنجه آنان آسان گذشت و گفت در آن روز مگر چه تعداد غیر نظامی کشته شدند. این حمله غافلگیر کننده حماس به نواحی مرزی اسرائیل به موقعیت نتانیاهو و خودسازی نیز و دولت او سخت لطمه وارد آورده است. تا آنجا که دیروز چند تن از وزرای کابینه او که برای احوالپرسی بیماران به ملاقات آنها رفته بودند خانواده ها حاضر به دیدار با آنها نشدند، زیرا می دانیم که نتانیاهو قبل از این حمله برای تغییر قانون اساسی اسرائیل مدت ها مردم را درگیر و سرگرم این مسئله کرده بود که این مسئله مشکلات بسیار میان او و سران اسرائیل به وجود آورد، به ویژه بسیاری از افسران و نظامیان شایسته از وضع ناراضی شدند و حالا او با بحرانی روبرو شده است که حل آن بسیار آسان به نظر نمی رسد. جناب شرف‌شاهی: بله بسیار ممنون. اوضاع خیلی پیچیده است اونجا از هر نظری و هیچ امیدی هم به ایجاد آرامش در منطقه نیست و امیدواریم که تعداد کشته شده ها افزایش پیدا نکنه، برای اینکه این حمله اخیری که اسرائیل به غزه کرده تعداد زیادی رو در حال کشته و عده زیادی را بی خانمان کرده، همه بچه ها و کودکان و زن و مرد و پیر و جوان در حال فرار از اون منطقه هستن، برای اینکه اسرائیل اعلام کرده بود که غزه را شدیداً بمباران میکنه.
جناب شرفیان که مایه نگرانی تا به امروز 15 تن از ژورنالیست‌ها و خبرنگاران در این جنگ کوتاه مدت کشته شدند و بسیار نگران کننده است و همچنین غزه نیز شهری 1.5 میلیون است و معلوم نیست این جمعیت که بی سرپناه و آواره شدند چگونه مورد توجه قرار خواهند گرفت. قربانی ها بیشتر مردم کوچه و بازارند که هیچ نقشی در این مسائل نداشتند و سران حمس یا در هتل های لوکس قطر به سر میبرند و یا در پناهگاه های هستند که از قبل برای خود تدارک دیدند. بعد به گوش بعد آقای ادامه بدید. الو بله مسائلی که گفتم من گوش بکنم شما های موسیقی میاد. بله موسیقی نیست، تلفن من بود، خاموش نکرده بودم، الان خاموش کردم. بله دیگه و همین مسائل بود که گفتم به عرضتون رسوندم و امیدواریم که با درایت رئیس جمهوری فرانسه نیز وعده کرده است که به زودی سفری به اسرائیل بکند. نخست وزیر آلمان نیز، صدراعظم آلمان نیز امروز وارد اسرائیل شد و امیدواریم که با درایت و حمایت کشورهای بی‌طرف بتوان این معضل اساسی را حل کرد که جنگ گسترش پیدا نکند، چون هرچه این جنگ ادامه پیدا کند به پایان رساندن آن دشوارتر و عواقب آن برای جامعه جهانی به ویژه با تحریکاتی که روسیه میکند که این انظار از اوکراین متوجه اسرائیل بشود، این جنگ ممکن است کل خاورمیانه و یا منطقه را دچار آشوب و نگرانی های شدید بکنند. بله موزل اصلی آقای دکتر قرقزدو ریشش در جمهوری اسلامیه، این سدلی خامنه‌ایه که این فتنه رو داره هدایت میکنه و ما اینجا در شگفت هستیم که دولت امریکا چرا این حکومت رو در ایران در حال همطور حفظ میکنه، حمایت میکنه به طور مستقیم و غیر مستقیم و اجازه میده که اینجور مسائل و فتنه ها رو در منطقه خاورمیانه در همین حکومت تعقیب بکنه، به وجود بیاره و مردم بیگناه رو، صدها نفر، هزاران نفر رو به کشتن بده، به خاطر اینکه دولت امریکا قادر هست که مردم ایران رو حمایت بکنه تا از شر این رژیم در ایران راحت بشن و منطقه هم آرامش پیدا کنه. ولی پیداست که این فلسفه حزب دموکرات امریکا همیشه هست که باید برای ده حال تولید و فروش اسلحه و مصرف اونها یک ده حال شرایطی باز باشه، درهایی باز باشه بشه ادامه بده کرد. و کما اینکه بارها دیدیم آقای بایدن گفته ما باید با همه حکومت مذاکره کنیم و صحبت بکنیم، در حالی که این حکومت یکی از جانی ترین، کثیف ترین، دزد و فاسد ترین حکومت هایی که در تاریخ دنیا ما دیدیم و به وجود اومده و همینطور داره دولت امریکا ازش حمایت میکنه و مردم هم در یک شرایط بسیار در حال ناگواری در داخل ایران زندگی میکنن که ببینیم میلیاردها پول برمیدارن میدن اینجا به حماس و به سایر حزب الله لبنان و سایر گروه های تروریستی که زیر نظر رژیم اسلامی ایران به وجود اومده. اگر حکومت امریکا مردم ایران رو شرایط ایجاد بکنه بتونن این رژیم رو سرنگون بکنن، ما هرگز اینجور مسائل رو نه در اسرائیل خواهیم دید و نه در نقاط دیگری و مردم داخل ایران هم به وارد یک مسیر و شرایط زندگی بهتر میشن. بله جان، در همین چند روز شاسنده
فرمودند اگر میخواهید تمام این بحران ها حل شود، رژیم جمهوری اسلامی باید از ایران برافتد. و متاسفانه میبینیم هم اروپا هم امریکا به خاطر ضعفی که از خود نشان دادن، هم جنبش مهسا را کم رنگ کردن و هم در شرایطی که میتوانستن کمک کنن که این نهضت به نتیجه برسد نظارگر باقی ماندن و با جمهوری اسلامی آقای بایدن وارد مذاکره شد و همین نتایج این مذاکرات و اینکه جمهوری اسلامی گستاخ شد و یک هفته قبل از این حمله دیدیم سران حماس به تهران رفتن با خامنه ای دیدار کردند و پس از این حمله نیز آقای خامنه ای گفت که من دست و پیشانی این مردمی را که به اسرائیل حمله کردند میبوسم و جامعه جهانی همچنان سکوت کرده است و نظاره‌گر باقی مانده است، در حالی که میتوان سر مار را کوبید و تمام بحران ها را حل کرد. اما متاسفانه میبینیم گوش شنوایی نیست و علی خامنه ای همچنان از ایران ما یک زندان بزرگ و یک ماتم کده ساخته است. بله، حزب دموکرات امریکا این رژیم رو در حال سر کار گذاشته و همینطور داره حمایتاش از اون ادامه میده و این رژیم هم به مردم ایران رو وارد یک زندگی فلاکتبار کرده که حتی قیمت نان دیروز اعلام شد که دو برابر شده در ایران و تنها چیزی که مردم در حال میتونن با خرید اون شکمشون رو سیر بکنن و زن و بچهشون رو در حال سیر بکنن، اینم دچار مشکل است. بنابراین باید واقعا دولت امریکا که دولت کنونی دموکرات امریکا که زیان فاحشی به ایران و ایرانی وارد کرده از زمانی که با شاه ایران درگیر شد و برو در حال توطئه کردن و شاه را از ایران خارج کردن، میبینیم که این رژیم آخوندی که دزد و فاسده و میبینیم که ثروتهای مملکت رو تا چه حدی به خارج از کشور دادن که خب البته کشورهای مثل انگلیس و امریکا و اینا راضی هن که چنین رژیمی سرکار باشه تا ثروتهای مردم رو به حسابهای خودشون در خارج از کشور بذارن و اگر روزی هم این رژیم سرنگون بشه به این آخونده هم این پولا رو نمیدن، برای این که میگن اینا مال شما نیست، مال مردم ایرانه، یه بهانه هایی به این شکل میکنه. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر قرقوزو، تا هفته آینده برای شما و شب و روز خوشی را آرزو دارم. با سپاس از نمابالی و بینندگان گرامی شما. بسیار ممنون. بریم به سراغ به فرانسه بار دیگر ببینیم که آقای سیاوش اوستا چه مطالب جالبی رو برای این برنامه مثل همیشه تدارک دیده به نظر شما برسونم. درودی بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما استاد شهرشایی، روز شب خوش. درود دارم به برادر مهندس امیر شجره، کارگردان برنامه شهرتی، همه مهمانیاران، بینندگان نازنینی که هر کجا نشستن این برنامه رو میبینن، به خوشنودی اهورامزدا در خدمت نمایشم. بله، همه منتظرن قربان ببینن مثل هر هفته شما در حال در اون کیسه که پر از خبر و مطالب مترفع هرچه چیزهایی رو دارین که عرضه بکنین به بینندگان ما در سراسر ایران به ویژه در سراسر جهان به ویژه در ایران. هم پس اولش به قول به چای مشاد آقای شرفشاهی استاد یک چیز به تا بگم که اصلا کلان تعجب بکنه. خیلی مهم و جالب و خنده‌داره به قول به چای مشاد. شما میدونید که حمله تروریستی حماس به اسرائیل که تونست مرز امنیتی رو علی‌رغم مرزی که دیوار بود اینا بشکنه، مرز رایانه‌ای رو، مرز هوایی رو و همه رو شکست و وارد شد به اون جمعیت 2000 نفره که توی دشتی در دشتی نزدیکی چیز جشن گرفته بودن، فستیوال موزیک حمله کرد
میدونید 7 اکتبر چه روزی است استاد شرفشاهی؟ 7 اکتبر جشن تولد یک فاشیست دیگه یعنی پوتین، ولادیمیر پوتین 7 اکتبر جشن تولدشه و دقیقا همون روز اگر حمله شد به اونجا بی سبب نیست که پایه محکمی میشه از عرایزی که میخوام امشب خدمتتون بگم در رابطه با این جنگی که را افتاد. چون اولی کشوری که سود برد از این قضیه روسیه است. روسیه با درگیری بیش از 1 سالش با در رابطه با اوکراین و مشکلات عدیده که در سطح جانی و داخل کشور داره تونست، چون این رهبران از کار خدمتون فلسطینی چه او خالد مشعل که انداختنش بیرون، چه این اسماعیل هنیه که توی قطر توی کاخ نشسته و کلی حرمسرا داره برای خودش و مشروب میخوره و اینا با اون شکم گندهش، اینا که آقای شرفشاهی در ماشینشون رو بلد نیستن با بکنن و نمیدونم اینها کجا بیان این تکنولوژی جدید بتونن وارد اسرائیل بشن. این همون ذکاوت رایانه‌ای روسیه بود که کمک کرد به اینا و اصلا در عملیات بچه‌ها رو از قبل آماده سازی کرده بودن، این تروریست ها رو آموزش داده بودن غیره. و به ویژه همین سمبولیکوار الان بایی که خب تقریبا 1 هفته گذشت هیچکی نگفت، من گفتم لااقل اینم بگم که وارد مبحث اصلی بشیم، بدونید که این کار همه اینها از خود رهبران فلسطینی گرفته تا اون فردی که به نام سید علی خامنه اونجا صحبت میکنه و سپاه و اینا هیچ کدوم آقای شرفشاهی خبر نداشتن. حتی اسماعیل هنیه اونجایی که تلویزیون نماز میخونه که رکوع هم نمیره، به رکوع نمیره وقتی نماز میخونه، راست میره به سجده نماز هم بلد نیست یارو بخونه، از تو تلویزیون از اینا خودشا فهمیدن. این عملیاتی در راستای همین جنگ جهانی که هست، در همین دو قطبی شدن جهان و غیره و غیره، که هدف اصلی دیگرش اینه که ایران رو وارد جنگ بکنه، درگیرش بکنه با جنگ. چون روس ها معتقدن که، رو شما بگم آقای شرفشاهی، روسا معتقدن که اوکراین رو، درسته که اونا میگن آمریکا اینا، ولی از چشم ایران میبینن، میگن که این ایران جمهوری اسلامی که همیشه توی سالها اومده جنگ ها رو برده خارج از حدود و مرزهای خودش، اون موقع در یوگسلاوی و اینها اصلا بیشتر اومده که جمهوری اسلامی نقش داشته در اونجا، بعد طالبان و القاعده و فلان اینا، و بعد دیگه همین یمن و لبنان و سوریه و عراق و اینها همه جمهوری اسلامی داشت دست داشته و این اوکراین را بدین کنی که اینا البته مفصله، نمیشه الان واردش بشیم. اما پیش از اینکه به این مسئله بپردازیم، عرض کنم خدمتتون که این عکسی هست که کارگردان برام گذاشته بود با هم ببینیم. اینه که جمهوری اسلامی پس فردا، یعنی 27 مهر ماه پنجشنبه، در قم یک جلسه چند صد هزار نفر اعلام کرده که از 100 تا کشور آدم میخواد جمع کنه برای که بفرسته با در کنار حماس به جنگل. خود حماس الان نه نون داره بخوره، نه آب داره بخوره، نه برق داره، نه هیچی. این میخواد آدم بفرسته با کنار حماس. اینش خیلی جالبه. بعد اعلامیه که دادن، یه تبلیغات بزرگی هم پشتش گذاشتن که چلو کباب هم هست و جوجه کباب هم هست، و من میارم که آفیش نمیشته که خلاصه اینها، آقای شرفشاهی برای اعلامیه هم بگم، اینها از کشورهای جهان نمیان اونطوری که اینها میگن. اینها در قم چون تربیتگاه حوزه‌ای طلبه های 100 کشور جهان هست که حقوق میگن و مفاهیم میگن، یا مو به چتر دیوار اونجا جمع میدن، میگن یا از 100 کشور میدن یک پاسپورتی و میره پی کارش. اما هفته گذشته شوربختانه اتفاق بسیار بد و حادثه دلخراشی بود و اون سر بریدن
و ذبح شرعی کردن یک کارگردان بزرگ سینما ایران آقای داریوش مهرجویی عزیزم و همسر مهربانش وحیده خانم محمدی فرد. این نکته بسیار جالبه آقای شرفشه، بدونیم که اینها همه به هم مربوط میشه، یعنی اینها جنگ اونجا و مشکلات اونجا و مسائل داخلی خودشون و این که الان اینها که اینقدر ادعای امنیت سازی میکنن که جنگ ها رو بردن خارج از کشور برای امنیت سازی در داخل کشور، در قلب تهران کرج نمیتونن عزیزان ما رو ازشون محافظت کنن. پیش از این آقای خانواده داروش مرجوی پاریس بودن، به فرانسه اومده بودن، وقتی که اینها در فرانسه بودن خونهشون دز میزنه، یعنی یک سری چیزای عتیقه شون رو، دوتا سنتور خیلی مهم بوده و بعد چیزای دیگه رو میدزدن و بعد خانمش یه توییت میزنه، خانمش یه توییت گذاشت توی صفحهش اینستاگرامش که آره ما اومدیم اینجور شده اینجور شده، یکی هم مثلا دیشب آمده پشت در خانه ما چاقور همینجوری به ما نشون داده که میخواسته ما رو بکشه و من داد دادم که آقا من صده در میگیرم، یارو گذاشته در رفته بره رفته. و اینها نشان داد که وقتی اینها طالبان رو وارد ایران کردن تهیه ماه گذشته برای همین کاراشون بود، چون میگن اون فرد لهجه‌ای داشته که لهجه‌ای طالبان بوده. و بعد اینها میدونیم که برای یک سری مسلمانایی که تو کشورهای خودشون سر میبرن چه میکنن چه میکنن، همونطور که هفته پیشم بهتون گفتم همین حماس هم در حمله نخستش سر 25 تا دختر جوان امنیتی اسرائیل رو برید و بعد دارم اگه پیدا کرد. یعنی میخوام بگم با اینکه پلیس تهران میدونسته که مهرجویی تحت جونش در خطر و خانوادش حمله کردن به خودش، هیچ کاری نکردن. حالا همین جا تو پرانتز های شرف شد من به شما بگم که این سرقت و دزدی از خانواده های پولدارا اصلا یه جور کلک خود نظام جمهوری اسلامی است که آدم های گدا و پابرهنه خودش رو میخواد تطمیع مالی بکنه، میگه آقا حقوق حقوق که حالا ما میدونیم بهتون $10 در ما میدیم ولی برین اون کار رو بکنیم. یعنی درست علی خامنه ای بارها گفته که آقا ما دور میزنیم تحریم ها رو، یعنی کلک میزنیم به دنیا، میگه شما هم اینجا توی مملکت کلک بزنید، یعنی دور بزنید، یه کار بعدو به دولتی ها میگه. یعنی تقلب و دزدی و سرقت کار همین حکومت مافیایی هست که از این طریق آدمای خودش رو که مأموریت های بزرگی خطرناکی بهشون میده دزدی هم هست. حالا دزدی های شرفشایی اینا نگفتن، به اطلاع کسی نرسوندن، ولی من میخوام بگم مثلا علی دایی عزیزم که میبوسمش الراز میبوسم، این قهرمان میهن که خودش بایی که فوتبالیسته ولی 10 نفر میتونه حریف در زدن، استاد شرفشایی دزدیدن انبال خونه شد، خانم هدیه کهرانی، افسانه بایگان، محمد رضا شریفی نیا، لیست بزرگه، لیست بزرگه که تایی این بعد اینو نمیگن چون اکثرشون شاید پول نقد بوده، میترسن که برای مالیات یا تلاجه‌وار اینا نمیگن، ولی خونه خیلی از این آرتیست پولدار اینا زدن و همین همه در کادر حکومتیست، چون اینها یه بچه که تظاهرات میکنه میگن ما عکسش گرفتیم، خونه هنرمنده خب دوربین کنار خیابون هست، اینا یک نفر. حالا اینا رو که داشته باشیم، آقای داریوش مهرجویی عزیزم شدیداً اولا که کارهاش همه نمونه است، همه یه سبک ویژه و خاصی داره که یه پیام داره، جدا از اون یه چند دقیقه الان همین رو که ما میبینیم، میبینیم که این در این هر لحظه که تونسته هر لحظه از مردم ایران دفاع کرده، از مبارزه مردم ایران دفاع کرده، همون روزهای نخست توییت داد در دفاع از عرض کنم خدمتتون انقلاب مهسا، و من الان فراموش کردیم براتون بفرستیم، اصلا دستخط شما داریم منتشرش کردیم، هست تو رسانه ها میشدیم، دستخط داریوش مهرجویی هست که به علی کریمی و به علی دایی بعد از اینکه خونه علی دایی ران زده بودن نامه می نویسه یک صفحه و میگه ما با مردم ایران هستیم، ما با این مبارزه هستیم، ما با اینا چه بکنیم چه بکنیم، تایید میکنه کتبن و شفاهن. حالا این فیلمی که الان میخوایم ببینیم ابتداش 1 دقیقه از فیلم خوک براتون گذاشتیم که این فیلم خوک رو عرض کنم خدمتتون آقای مانی حقیقی ساخت. مانی حقیقی که میسازه همین سر بریدن
یک کارگردان بزرگ سینما رو توش مطرح میکنه و ولی اسمی رو که میگه طرف نمیگه داریوش مهرجویی، میگه حقیقی، یعنی اسم خود کارگردان فیلم رو میگه. و ما میبینیم که این سرویس های اطلاعاتی از قبل در دست تهیه داشتن اینو، نه اینکه مانی حقیقی که این ساخته اطلاعاتی بوده، نه، اطلاعات بهش به خارج نفوذ کرده بوده که این فرد، این سینماگر عزیز میتونسته بیاد پیش از اینکه اتفاقات بیفته بیاد این ترسیم کنه. ولی سربریدن آخرش داریوش مهرجویی بود. اینها از مجید شریف و غفار و حسینی و از داریوش و فروهر و اینا رو بگیرید برگردید دو روزهای اول انقلاب که دست تیمسار رحیمی رو قطع کردن و چقدر سر بریدن که با سرها پشت تپه ساختن و دیوار و چقدر از ما رو کشتن. و من اینجا بخوام همین بگم، این ملت نازنین ایران، این مردم آزاد ایران، از اسرائیل یاد بگیر، از اسرائیل یاد بگیر، نمیبخشه، نه فراموش میکنه. یک تیر که میزنن صد تا تیر میزنه میره خونه ها رو روشون خراب میکنه، خونه ها رو. من نمیخوام بگم این کار بد یا خوبه، کار ندارم، جنگه، ولی میخوام به این ملت هپروت ایران عزیزم بگم، به همین هنرمندا بگم، شما از فردا هیچ کدومتون نباید کار کنید همچنان که مانی حقیقی توی فیلم میگه. آقا میزنن میکشن شما رو، دزدی ازت میکنن، شما بیخود میکنید میرین سینما، سینما رو مردم تحریم کنید، از فردا هیچ فیلمی نرید. اینا مثل شما مردم گرسنه بمانن. هنرمندان عزیز بیان تو میدون، از اسرائیل یاد بگیرین، 14 قرن شما رو کشتن و دارن میکشن تا همین الان. بعد شما اینا رو براشون گنبد بارگاه که میسازین هیچ، سید اولاد پیغمبر بالا سرتون که میبرید هیچ، هنوزم که هنوز اینو دارن بر شما، بنی هاشم داره بر شما حکومت میکنه، همشون بنی هاشم و همتونم نوکر اینا. یاد بگیرید، به اینا یک حمله کردن، چند نفر از عزیزانشون رو کشتن، شهرشون رو با خاک یکسان کرد. حالا بعد از این فیلمی که میبینیم آقای شرفشاهی، من میخوام همین با خاک یکسان شدن تهران رو براتون بگم. فیلمو میبینیم میاد در خدمت. فیلم خوک با گلی میمدم سرمون نمیبریدن. باید مواظب باشی دیگه، اوضاع جدی داره خراب میشه. دیگه خرابتر از این؟ آره بابا، بیام سر همه رو ببرم راحت بشیم از این وضعیت. نگو این حرفا رو، یکم سب که آبا از آسیا بیفته. مجوز کارت سالو. مجوز چی؟ کله حقیقی رو بریدن انداختن تو جوب، آب از آب تکون نخورده. من دنبال مجوز باشم؟ اتفاقا الان نباید ناامید بشی، الان نباید بکشی کنار. شما هم بکشی کنار. یعنی چرا ما باید بلند شیم؟ نه بشینیم. اعتراض یعنی این؟ آقا من دیگه فیلم نمیسازم، تمام. دست به دست هم بدیم و همه بشینیم. متوازه میخواستیم زنگ بزنیم شیوا بر کار دارد. ما بدیم میریم کله بدون بدن همکارمون رو دفع بکنیم، پاشیم بریم سر فیلم مرداری که صدا دوربین فلان درسته واقعا؟ نه ولی آخه نه ولی نداریم، تعطیل بکن، از تو بعیده. من اون روز اصلا شهیدم بریدم، نگران قضاوت تاریخ باش و تعطیل بکن، تعطیل. بهترین اعمال را انجام دادن و با کمترین
بردن. ولی این آقای این جراح کردی رو دو هفته پیش به من میخندید زنده بود، اینو کشتن قاتلن، اینو قاتلین میان ما زنده بود، اینو کشتن قاتلن، اینو قاتلین میان ما من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول و حدود میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من رو اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختی رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری من رو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حفظه داری میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم، من میام تحصم میکنم بیا بزرده ارشاد همراه با دستیارانم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. بزارت ارشاد وزیر محترم به حرف من گوش بده، من دیگه یاره این دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم ما رو، این سینه من بزنید نابودم کنید، بکشید همه کارتون که هر کار میخوام بکنید، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم. اومدی بیرون روحان پاکر مهربانیار در جوش عزیزم زد و این خانم همسر هستش، هر روز روز نویست و آقای شرفشایی مثل پروانه ای در ماشت به قول ایرج جنتی هستم، مثل پروانه ای در ماشت چه آسون میشه ما رو کشت. مردم بی غیرت چین و ژاپن و ترکیه و اینا رو نمیخواد ازشون یاد بگیرید، از اسرائیل امروز بیاموزید، از اسرائیل امروز بیاموزید. تروریست ها بهش حمله کردن، فرزندانش رو کشتن، جهان رو لرزون، جهان هم پشمش هست برای اینکه داره انتقام بچه هاشو میگیره، با خاک یکسان میکنه. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. شما هر روز فراموش میکنید این عزیزان خودتون و بچه های خودتون رو. 120 هزار نفر رو توی 40 سال اعدام کردن، شما خوابیدید. استاد چرفشایی، اونی که میخوام بهتون بگم اینه، مردم تهران رو ترک کنید. 4 تا استان رو بهتون میگه سیاوش و اوستا، اگر میخواید زنده بمانید، چون دیگه تموم شد، دیگه شما مردمی هستید که مهجوری میشن. یارو میگه سخنرانی میخوایم بکنیم، هنرمندان اعلام کردن در تالار رودکی میخوان برنامه بذارن و چهارشنبه تطمین داروش مهجوری که البته داشت خواست بسوزوننش، حالا اینا خواهن دفنش کنن، به من گفتون که منو بسوزونن، میخوان دفنش کنن و آقایان خانم ها برن در تالار رودکی زر بزنن. زر دادن بسته، 14 قرن دارید زر میزنید. حالا من میگم آقای شرفشایی، هیچ کس فکر نمیکرد که غزه با خاک یکسان بشه، هیچ کس فکر نمیکرد. گفتن اینا گروگانه رو اینا گرفتن برگشتن زود رفتن اونجا، گفتن الان مذاکره میکنیم. همون تو هفته پیش من به شما گفتم، پیش از اینکه رخ بده، هفته پیش من به شما گفتم که اسرائیل مذاکره با اینا نمیکنه، همه تو مذاکره میکنه. برای نخستین بار هست که اسرائیل گروگانه فکر نمیکنه، نباید هم بکنه.
اون قدادم اون بر کشته شده جروگان یعنی چین اینها که همه الان هم دیدید که اعلامیه رو گذاشتیم همه الان هم میگن ما داریم نیرو جمع میکنیم بریم اسرائیل رو نابود کنیم اینقدر ابلهن اینا اینقدر ابلهن که اینا حمله کردن آقای شرفشوی توی دشت یک گروهی خیمه زده بودن میرقصیدن شادی میکردن یک گروه رو اینا قتل عام کردن فیلم ها رو گرفتن فرستادن اون الدنگ خامنه‌ای گرفته سردارش سپاه این اولاغا فکر کردن اینا اسرائیل رو گرفتن اینقدر ابلهن اینقدر ابلهن که نمیدونن سلاح پیشرفته ترین سلاح های جهان دستش اسرائیل از خود روسیه خریده از خود آمریکا خریده خودش هم ساخته این ابلهن در نهایت بلاحت دارن ایران رو ویران میکنن آقای شرفشاهی برنامه بعدی ایران هست ایران با خاک یکسانش میخوان بکنن ولی چند تا منطقه رو نخواهن زد به همین خاطر از همین فردا اونایی که دلشون میخواد زنده بمونن همتون مهاجرت میکنید میلیونی سیستان و بلوچستان امنه اونجا رو نمیزنن برید در سیستان و بلوچستان زمین بخرید بیزنس وا کنید کار بکنید فلان خوزستان با اینکه نفت اونجاست با اینکه چیزای نفتی اونجاست ولی منطقه امنه خوزستان توی شهرهاش اینا برید زندگی بکنید خونه بخرید بلدینگ بسازید بیزنس باز بکنید شاپینگ سنتر بزنید فلان بزنید خوزستان امنه جای دیگه که امنه است تا چرفشاهی کردستان استان کردستان رو برید مناطق سبز و زیبا و باحال و قشنگ اونجا آباد از آبادترش کنید کردستان منطقه کویر طبس شهر طبس و تمام اطرافش بشرویه گناباد فردوس این جا هم نمیزنن اونجا هم همه برید سرمایه‌گذاری کنید زمین بخرید بلدینگ بسازید اونجا زندگی کنید و آذربایجان آذربایجان فکر نکنید که مشکل الان هست با آذربایجان منطقه امنه و اونجا هم امن هست به این مناطق برید خونه بخرید زمین اگر میخواین زنده بمونید تهران اینها مثل همین همینجا میشه اگر کودتای آریایی نکنید و اگر این ملاهای شپشوی روس و انگلیسی رو نابود نکنید این فرض شماست بسیار ممنون از شما مطالب جالبی رو عنوان کردین تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم سپاسگزار درود بر شما تا چفشایی سپاسگزار از کارگردان برنامه بینندگان عزیز برنامه ما در اینجا پایان گرفت همراه آقای سیاوش اوستا دکتر قرقزدو و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم بدرود تا درود دیگر